درود و عرض ادب خدمت یکایک که شما دوستان و هموطنان عزیز و گل، 14 آذر ماه 1402 برابر با 5 دسامبر 2023. دیروز در کلاب هاوس اتاقی برگزار شد و افراد زیادی در این اتاق شرکت داشتن. من قسمت هایی که دکتر زیبا کلام، فروزنده، دکتر قاضیان و آقای فرج سرکوهی صحبت کردن رو براتون جدا کردم. حدودا 1 ساعت و نیم هستش. فکر میکنم بحثای جالبی شد، امیدوارم که خوشتون بیاد. در ارتباط با قانون اساسی، ضرورت قانون و دیگه حالا همه چی رو توی اتاق و صحبتاشون متوجه میشین. دوستانی که در ایران هستن لطفا با لایک کردن، گذاشتن کامنت به رشد دیده شدن ویدیوها کمک کنن. دوستانی هم که در خارج هستن اگر دوست داشته باشن کانال رو حمایت مالی کنن، میتونن روی گزینه تانکس کلیک بکنن و اونجا مشخص هستش که به چه صورت میتونین کانال رو حمایت کنین. زنده باد ایران ایرانی با شرف، لعنت به هر چی مزدور و وسط باز و تجزیه طلب و هر کسی که داره به هر نحوی به جمهوری اسلامی کمک میکنه تا دیکتاتوریش ادامه پیدا کنه. قربونتون برم، دم همتون گرم. اینکه من مجددا خدمت همه اساتید محترم و خانم ها و آقایانی که در روم هستند عرض سلام و ادب دارم. ببینید خانم علی شیرعلی، درست گفتم دیگه؟ من شیرعلی هستم. بله، شیرانی. ببخشید. ببینید شما مطالب گسترده ای رو در رابطه با قانون مطرح کردید. خودتون هم گفتید که حالا شاید مثلا در روم های مختلف باید بهشون پرداخته بشه. اجازه بدید که من با مسئله تاریخ شروع بکنم. ببینید قانون و حکومت قانون و حکومت مبتنی بر قانون در حقیقت از غرب آمده است، چیزی نبوده که در ایران وجود داشته و هر تلاشی که صورت بگیره که بگیم که نه اینجوری بوده، اینجوری بوده، تحت این عنوان بوده، به این شکل بوده، به این صورت بوده، به نظر من راه به جایی نمیبره. اساساً قانون و حکومت بر اساس قانون ایده‌ای بود که همونطور که گفتم از غرب آمد و در خود غرب هم با مدرنیته بود که متولد شد. یعنی به نظر من یکی از مهمترین ویژگی‌های مدرنیته این فلسفه بود، این نگاه بود، این رویکرد بود که حکومت باید بر اساس قانون باشه. تا قبل از مدرنیته همونطور که میدونیم حکومت همواره وجود می‌داشت، ولی آنچه که حکومت انجام می‌داد نه بر اساس قانون بلکه بر اساس اراده شخص اول مملکت بود. پادشاه، امیر، سلطان، امپراتور، هر کسی که در رأس قدرت بود. مدرنیته اون مفهوم اعمال قدرت توسط شخص اول مملکت رو جابجا کرد، به تعبیری از بین برد و این رو با خودش آورد که حکومت باید بر اساس قانون باشه و حکومت نمیتواند هر آنچه را که شخص اول مملکت اراده میکند تحت این عنوان که خیر و صلاح ملک و ملت است، مردم است، نمیتواند انجام بدهد. به عبارت دیگر فلسفه حکومت در حقیقت تغییر یافت
و به تدریج با مدرنیته شکل جدیدی که امروز ما تحت عنوان نظام‌های مبتنی بر دموکراسی، لیبرال دموکراسی، غربی، هر چی که اسمشون رو می‌خوایم بذاریم متولد شدن. نظام‌هایی که فقط در غرب نیستن، در هند هم هستن، در ژاپن هم هستن، در آفریقای جنوبی هم هستن و حقیقت در همه جایی که دموکراسی هست اینا توانستن، این شکل از حکومت توانسته راه پیدا بکنه. حکومت جدید، حکومت‌های بعد از مدرنیته، حکومت‌هایی هستند که سه ویژگی اصلی و مهم دارند. اولین و مهمترین ویژگی حکومت مدرن آن است که حکومت زمانی مشروعیت پیدا می‌کنه که بنابر عزل و نسب مردم باشد، یعنی انتخاب حکومت بر اساس انتخاب مردم هستش. حکومت با انتخاب آزادانه مردم هستش که مشروعیت پیدا میکنه. این اصل اول بود. اصل دوم این بودش که این حکومتی که با رأی مردم، با انتخاب مردم بر سر کار آمده است نمیتواند هر آنچه را که میخواهد انجام بدهد، بلکه این حکومت فقط و فقط و فقط اختیاراتش محدود میشود به آنچه که قانون بهش اجازه داده، قانون اساسی و حالا سایر قوانینی که در اون کشور وجود دارن. اصل سومی که حکومت‌های مدرن بر روی آن قرار گرفتند این است که این حکومتی که با رأی مردم انتخاب شده قدرت و اختیاراتش محدود هستش به اون چه که قانون بهش اجازه داده و هر کاری رو نمیتونه بکنه. این حکومت بایستی پاسخگو باشه. به کی پاسخگو باشه؟ به نمایندگان مردم، به پارلمان، به مجلس. اگر حکومتی این سه شرط رو دارا باشد، یعنی با رأی مردم انتخاب شده باشه، از قدرت مطلق برخوردار نباشه بلکه قدرتش محدود به قانون باشه و پاسخگو باشه، ما اصطلاحاً به ایش میگیم حکومت مبتنی بر دموکراسی. در غیر این صورت نمیتونیم بهش بگیم حکومت مردم سالار، حکومت مبتنی بر دموکراسی. از اینجا بودش که خانم علی قانون اساسی متولد شد. بزرگترین، اصلیترین و مهمترین کارکرد قانون اساسی محدود کننده قدرت حکومته. بذارید یه مثال خیلی خیلی ساده بزنم که هممون این رو شنیدیم، یادمون میاد. ببینید، رئیس جمهور آمریکا حسب قانون از اختیارات زیادی برخوردار است، به خصوص اگر اون رئیس جمهور آقای دونالد ترامپ هم باشه که دیگه سعی میکنه که قدرت به اختیاراتش بیشتر بکنه. این آقای دونالد ترامپ در همون هفته های اولش که انتخاب شده بود، یادمون هستش دیگه، 7 تا 8 تا کشور رو گفت شهروندان اینها حق ندارن دیگه بیان به آمریکا، ویزا بهشون داده نخواهد شد و دیگه نمیتونن بیان به آمریکا. ببینید، چند روز بعد یک قاضی این حکم رو نقض کرد و گفت ببخشین آقای ترامپ، جسارته، ولی شما حق ندارید این تصمیم رو بگیرید. شما نمیتونید جلوی ورود شهروندان دیگر رو که قانون به اونها اجازه داده، قانون آمریکا اجازه داده، شما حق ندارید جلوشون رو بگیرید. چرا؟ برای اینکه قانون اساسی چنین حقی، چنین اختیاری به رئیس جمهور آمریکا نداده. این فلسفه قانون اساسی یعنی این که یک مجموعه است
که میگی که حکومت چه میتواند بکند و چه نمیتواند بکند. حالا شما فلسفه قانون اساسی رو بیایم در ایران نگاه بکنیم. 57 سال پهلوی ها حکومت کردند و قریب 45 سال هم هستش که جمهوری اسلامی داره حکومت میکنه. یک مورد شما در دوران پهلوی ها نمیتونید پیدا بکنید که چه رضا شاه و چه محمد رضا شاه خواسته بوده باشن کاری رو انجام بدهند و بگوین حیف 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 که قانون اساسی دست و بال ما رو بسته، حیف که قانون به ما اجازه نمیده. یک مورد شما نمیتونید پیدا کنید ظرف 45 سال گذشته که حکومت جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی خواسته باشد سیاستی را اعمال بکند و گفته شده باشد که حیف که قانون اساسی چنین اختیاری را به حکومت نداده، به ولی فقیه نداده. به این نگاه، این فلسفه، این هرچی که اسمشو بذاریم، این روی کرد که حکومت از اختیارات و از قدرت مطلقه برخوردار نیست و قدرت و اختیاراتش محدود میشه به اون چی که قانون بهش اجازه داده، عرض کردم این فکر غربی بود، این ایده غربی بود. و همونطور که آقای دکتر علیرضا رجایی عزیز گفتن، با مشروطه وارد ایران شد. قبل از مشروطه سلطان، امیر، فرمانروا، شاهنشاه، پادشاه هر کاری که دلش میخواست میکرد. قبل از اسلام شاهنشاه هر کاری که دلش میخواست میکرد. بعد از اسلام فقط اسمش عوض شد، اسمش شد خلیفه، اسمش شد سلطان، اسمش شد امیر. ولی تمام عمرا، تمام خلفا، تمام سلاطین هر کاری که دلشون میخواست میکردن. و اساساً تا قبل از مشروطه اگر شما میگفتید که جناب ناصرالدین شاه، جناب شاه اسماعیل، جناب ملک شاه سلجوقی، جناب شاه عباس کبیر، این کاری که شما میخواید بکنید خیلی عالیه، خیلی عالیه، ولی حیف که قانون به شما چنین اجازه نمیده. اساساً چنین فکری، چنین فلسفه‌ای، چنین نگاهی اساساً مطرح نبود که ای وای حکومت این کاری که کرده جزو اختیاراتش نبوده. اینکه آیا جزو اختیاراتش باید باشه یا نباشه، اینکه اساساً حکومت بایستی بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به حکومت واگذار کرده باید باشه، فکر مدرن بود، فکری بودش که در حقیقت با مشروطه متولد شد. اجازه بدید که من، چون عزیزان دیگرم هستن، من تا به همین جا در خدمتتون باشم و عرایض بعدیم رو در دور بعدی خدمتتون خواهم گفت. به همه کسانی که در اتاق هستن و تشکر که به منم اجازه صحبت میدین، من حقوقدان نیستم، بنابراین در بحث حقوقی نمیتونم با چیزی بگم. کار من بیشتر به اصطلاح بررسی کالب و شکافی مفاهیم هست. کار من میدونید که کار فرهنگی است و ما یکی از کارهایی که میکنیم مفاهیم رو و بینش های پشت مفاهیم رو بررسی میکنیم. لذا من الان مجبورم اگه بخوام این کار واقعا بکنم و صادقانه بکنم، یک نقدی بکنم از صحبتهایی که تا حالا شد که به نظر من یک مسئله اساسی، یک پیوند اساسی رو نمیبینن. و حالا از این به بعد وقت من حساب بکنین. ببینین، همه ما اینو میدونیم که در واقع این اصرار ایرانی ها از دوران مشروطه به بعد بر قانون و حاکمیت قانون و اینا در واقع تلاشی بوده برای محدود کردن قدرت جباران و مستبدان فردی که یک شاه بوده، هر تصمیمی میگرفته اجرا میشده، امروز بلند میشده مثلا زمین یکی رو میگرفته. ما چون طبقه اشراف واقعی به سبک اروپا که نداشتیم که حقوقی داشته باشن که سلب ناشدنی باشه، شاه نمیتونست زمینشون رو بگیره. در ایران خب ما استبداد شرقی داشتیم، در واقع یک جباریت فردی داشتیم و
لذا در واقع تلاش شده بوده که این تلاش که این اراده به اصطلاح فردی رو، این اراده مستبد رو محدود بکنن به قانون، چیزی که بهش میگفتن قانون، که در واقع که در دوستانم که صحبت کردن، آقای زیبا کلام، فروزنده و دیگران، هم به نظر من درکشون از قانون در واقع همون درک محدود انسان استبداد زده است، اون درک واقعی از قانون در فرهنگ به قول آقای زیبا کلام مدرنیته، یا به قول من در فرهنگ غربی، که از مدرنیته هم شروع نمیشه برخلاف گفته ایشون، از یونان باستان شروع میشود نیست. و این یکی از گرهگاه های اصلی مشکل ماست. بنابراین وقتی صحبت از حاکمیت قانون میشه، در واقع انگار که این آرزو وجود داره که قدرت مستبد رو محدود بکنیم، مشروط بکنیم به یه قراردادهایی. این البته بخشی از قانون هست، این بگم، اما این در واقع نیست. و این استنباط حالا که از مشروطه تا حالا وجود داشته، من نمیدونم چه اسمی فرش بذارم، این استنباط یکی از زمینه های اصلی بدفهمی های گرایش های سیاسی است که هنوزم هست در ایران. گرایش های مهم سیاسی همیشه دچار این بدفهمی هستند، و به همین جهت هم اون جوهر اصلی دموکراسی، یکی از دلایلی که متوجه نیستند، ارتباط حق و قانون هست که الان توضیح خواهم داد. بنابراین من اینو میفهمم، میخوام بگم من اینو میفهمم که قانون خواهی جنبه مثبت داشته در ایران، چون تلاشی انسان ایرانی بوده که قدرت مستبد رو محدود بکنه حداقل به یک قراردادهایی. این بخشش خب مثبت بود. اما این درک یکی از زمینه های اصلی در فرهنگ، البته یکی از موانع اصلی دموکراسی است. ببینین محمد علی فروغی در یک، که میدونیم خب خیلی در مشروطه یکی از مثلا آدم های بزرگی بوده که تاریخ ایران هست، یه باری در یکی از سخنرانیاش، من حالا این جملاتش یادم نیست، گفتش که من نمیفهمم که چرا ما اسم دانشکده حقوق رو گذاشتیم دانشکده حقوق، در حالی که باید دانشکده قانونه، دانشکده حقوق نیست. حقوق فروغی در واقع داره اشاره میکنه که ما ایرانی ها تفاوت دقیق حقوق، حق و قانون و نسبت این دو رو در نیافتیم، و این درست هم میگه و همون حرفیست که من اول زدم. ببینین دلیلش هم روشن بوده، بحث حق در سیتی، در شهر به وجود میاد و در شهروندی، نه در رابطه ارباب و رعیتی. ما اگه برگردیم نگاه کنیم، مثلا فرض کنیم ما یادیم مثل جان لاک داریم، یه لیبرال بزرگ، میگه اگر حاکم یا دولتی حقوق طبیعی مردم را پایمال کند، از آن دولت نباید پیروی کرد و علیه اون دولت یا بران دولت باید شورش کرد. ببینید وقتی یکی از معتدلترین ذهنیت‌های فلسفه غرب، که میدونیم تأثیر جان لاک هم بسیار گسترده است دیگه، اصلا اساس لیبرالیسم رو تدوین کرده، حق شورش میده به مردم، در مورد نه قانون بحث حقوق طبیعی مطرح میکنه. حالا چرا این بحث مهم هست و چرا ما ایرانی ها ارتباطی رو نگرفتیم؟ تفکر ادیان تک خدایی که از فقط ما ایرانی ها نیست، یعنی از بین النهرین و تمام اون منطقه‌ای که ادیان تک خدایی دارند، این ادیانی که میگن ابراهیمی بهش، بر حق مبتنی نیست، بر قانون الهی مبتنی است. به همین جهت هم ما در بحثایی که الان دوستانم کردن، رابطه حق و قانون وجود نداشت، بلکه قانون انگار یه امری است. این بخشش برمیگرده به ذهنیت ادیان تک خدایی. قانون چیزی است متفاوت با حق. چرا؟ چون اون خدا که قانون وضع میکنه محدود به حق انسان ها نیست. اون نباید حق انسان ها رو در نظر بگیره، اصلا اون حقی برای انسان ها قائل نیست. اون خداست. و بعد وقتی شما قانون چیزی که خدا اونو تدوین میکنه، چه کسی اونو اجرا میکنه؟ کسی که ارتباطی با خدا داره، یعنی یا فرعی زدی داره در ایران باستان، یعنی خداوند بالاخره یه چیزی به او داده و اون از یک فرعی ایزدی یعنی فرابشری بهره منده، یا ولایت فقیه با نمیدونم امام زمانی یه جوری ارتباط داره، یا با شرع ارتباط داره. به هر حال یعنی قانون فرابشری رو یک انسان فرابشری اجرا میکنه، که در سیستم استبداد شرقی سابق، که در سیستم بلاد سقی.
خب این در واقع حق درش اصلا منتفی است، اصلا مفهوم حق مطرح نیست، در حالی که در غرب نه فقط در مدرنیته، از دوران یونان باستان قانون عبارت است از بیان حق. یعنی قانون چیزی است که حقوق رو بیان میکنه، حقوق انسان ها رو، حقوق شهروند رو. اما شما وقتی شهروند دارین که شهر داشته باشین به مفهوم یونانیش، حالا درست برده ها شهروند محسوب نمیشدن، اینا رو من میفهمم، نمیخوام حالا برگردیم نگاه بکنیم، مثلا ببینیم که پیش از فلاسفه، پیش از سقراط، معذرت میخوام اینا رو تون میگم، یه ذره به من وقت بدین، دفعه بعد دیگه صحبتی ندارم. فلاسفه پیش از سقراط میرسیدن به حقوق طبیعی و بعد گفتن که، و بعد این مسئله مثلا فلسفه طبیعی معتقد بود که این جهان نظمی داره و این نظم متضمن عقلانیته. ببین پای خدا حذف شد در مثلا فلسفه ماتریالیست پیش از سقراط، درست؟ بعد ما وقتی میرسیم به افلاطون، افلاطون گرچه که یک ایدئالیسته اما همین ایده رو میگیره و میگوید که به اصطلاح قانون آن چیزی است که تبعیت میکنه از ذات هستی، از حق هستی به اصطلاح. ارسطو تو کتاب سیاست وقتی مطرح میکنه چی میگه؟ میگه که دولت وظیفش این هستش که زمینه ای فراهم بیاره تا حقوق شهروندان تحقق پیدا کنه، و بعد میگه حقوق شهروندان یعنی که شهروندان بتوانند توانایی های بالقوه خودشون رو متحقق بکنن، بالفعل بکنن. بنابراین اینجا یک نسبتی برقرار میشود بین قانون و حق که بعد میایم تو رواقیون، مثلا تو سیسرون میبینیم که چقدر بحث‌های بسیار مهمی داره راجع به قانون و راجع به حق در روم باستان، یا حتی مثلا اوریوس فیلسوف فرانسوی همینجور. و بعد وقتی میرسیم به قرون، حالا اینجا من وقتش نیست توضیح بدم، من خودم میخوام توضیح بدم که مسئله عمیق‌تر از این حرفاست که فقط مثلا مدرنیته اومده یه دم گفته دموکراسی. مسئله اساساً برمیگرده به دریافت ما از این واژه‌ها و مفاهیم، اون ارتباط تنگاتنگ حق و قانون در فلسفه غربی، حالا فلسفه غربی که نمیتونیم بگیم، در بخش از اروپای غربی، و این قطع این ارتباط در ذهنیت ما که حتی تا امروز هم هست. یعنی شما همش نگاه کنید، ما خواستار حاکمیت قانون هستیم، نه خیر، من خواستار حاکمیت قانونی که ضد حقوق انسان هست نیستم. ولی جمهوری اسلامی کاملا قانونمنده به نظر من، ولی این قوانین علیه حقوق طبیعی، حقوق بشری است. بنابراین اینجوری نیست که حاکمیت قانون همیشه خوبه، نه، حاکمیت قانون بد خیلی هم بده. بنابراین اینکه بخوام تاکید بکنم برای اینکه مسئله این هستش که این ارتباط بین حق و قانون هست. شما حتی در بحث هایی که در قرون وسطای مسیحی، یعنی کلیسا سلطه داره، نگاه کنین، از یه طرف درسته ما آکوناس رو داریم که میاد میگه قوانین الهی، ولی اون برای قضیه حتی یک کسی داریم مثل اوگوستین، سنت اوگوستین، که میاد جدا میکنه در کتاب شهر خدای خودش، میگه بله ما یک قوانین الهی داریم که در دنیای الهی حاکمه، یک قوانین بشری داریم که در اون شهر، که در بشر، اینجا جدا میکنه این دوتا رو از هم دیگه. گرچه بسیار مسیحی هست و جزء مثلا پدران آبای کلیساس به قول ما. خب حالا اگه همینو بیاریم تو واقعیت قضیه در نظر بگیریم چه خبر هست؟ در واقعیت قضیه اگر نگاه کنین، یکی از مبانی اصلی تراژدی یونانی که میدونیم تراژدی یعنی تلاش قهرمان علیه تقدیر یا علیه قانون، آنتیگونه که یکی از مشهورترین تراژدی های یونانی است، و میگم این تراژدی فقط نمایشنامه نیست اون دور افتاد باشه، فرهنگ سازن اینا، یعنی ذهنیت سازن، قیام آنتیگونه است علیه قانون، یه زن علیه قانون قیام میکنه. در تراژدی یونانی البته خب کسی که قیام میکنه علیه اراده خدایان یا قانون یا ضرورت شکست میخوره، اما شکست او شکست نیست. اینجا در واقع تعارض حق و قانون، حق رو به حق میده به کسی که، چون آنتیگونه مثبته، حق رو به کسی میده که به اصطلاح قانون رو بر علیه قانونه که علیه حقوق طبیعی است میشونه. لذا اینجا ما میدونیم که مفهوم حقوق طبیعی در یونان باستان و در روم و حتی در قرون وسطا مطرح بوده، و بعد البته این میاد به عرصه عمل. حالا کاری نداریم، تاریخ اینجوری نمیخوایم بگیم. نخستین جایی که به اصطلاح قانون به وجود میاد، در همتون میدونین دیگه، به اصطلاح در اون به اصطلاح مگنا چارتا، وقتی است که یه عده‌ای زمیندار انگلیسی
میرن شمشیر رو میذارن بالای سر شاه، که شاه جان یادم نیست اسمش چی بود، جان بود چی بود، و بعد به اون میگن که تو باید یک قرارداد امضا کنی. در اینجا در واقع اولین باری است که چیزی مثل قانون اساسی مثلا شبیهش نوشته میشه. اساسش این هستش که حقوق اون زمینداران، شاه موظف میشه که حقوق اون زمینداران رو به رسمیت بشناسه. یعنی باز میبینیم قانون ارتباط با حق داره. و بعد در تمام قوانینی که قانون اساسی ها گیره میشه، برخلاف قانون اساسی مشروطه و قانون اساسی جمهوری اسلامی که حالا اشاره خواهم کرد، اساس حقه، حقی است که وجود داره. در خود اون مثلا 10 تا متمم اول قانون اساسی آمریکا هم اگر نگاه بکنین، اونجا اساس حقوق شهروندان است. یعنی قانون در واقع بیان حقوق شهروندان است. این نسبت من برای این دارم تاکید میکنم که در ذهنیت ما این وجود نداشته. در ذهنیت ما قانون در واقع محدود کردن قدرت مستبد بوده. و این رو شما نگاه کنید، ما 3 تا متن مهم داریم، یکی خود فرمان مشروطه است، یکی قانون اساسیه، یکی متممش. فرمان مشروطه که میخونید که یه چیز خیلی ساده چیزی هستش، شاهنشاه تصمیم گرفته است که به اصطلاح یک حقوقی به رعیت اعطا بکنه. این هیچ ربطی به قانون اساسی واقعی نداره، یعنی این در واقع بیان حقوق مردم در ما نیست. اراده شاه، و شاه هم میدونید خب فرع ایزدی داره دیگه. بعد خود قانون اساسی هم که نگاه بکنید، خود قانون اساسی خب چیز زیاد مهمی نداره، بیشتر چیزای اجرایی داره، یعنی یه آیین‌نامه داخلی بیشتر. اصلش اون متممه. در متمم اگر شما نگاه بکنید، رابطه حق و قانون نیست، رابطه حق و قانون دیده نمیشه. متمم قانون اساسی مشروطه عین ولایت فقیه، عین قانون اساسی مبتنی بر ولایت فقیه، در واقع یه سری حقوق رو، یعنی در واقع چی کار میکنه؟ در واقع میاد اول ملت رو، شهروند رو به رسمیت نمیشناسه. در قانون اساسی مشروطه مثل قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین مسلمانان و یهودیان و زردشتیان و نصارا و حالا اون چیز که تو خوزستان هست، حد اکثر اونا شهروندن، بقیه از حقوق شهروندی محرومن. تازه بین اینا هم شاه در قانون اساسی مشروطه شیعه و مدافع مذهب شیعه است. یعنی اینجا در واقع در قانون اساسی مشروطه حقوق ملت نیست، چون اصلا ملت به رسمیت شناخته نشده، ملت تقسیم شده بر اساس دین. این درست فقط این نیست که 4 تا یه تعداد مجتهد در قانون اساسی مشروطه حق دارن مسببات اکثریت یعنی پارلمان رو وتو بکنن، بلکه اصلا ملت در اونجا ملت نیست. من نخواهم بگم این خیلی بد بوده، بسیار پیشرفته بوده، انقلاب مشروطه بسیار اصیل بوده، پیشرفت بزرگی در مملکت. من میخوام بگم که در پس زمینه ذهن ما ایرانی ها ارتباط قانون و حق شهروندی بود یا نبوده یا بسیار کمرنگ بوده. شما اگه نگاه بکنین، مثلا فرض کنیم که در اصل اولش سلطنت ولیعهد الهی که ملت به شاه معول میکنه در یکی از اساساش، یا مثلا تمام قوانین موضوعی کشور باید در چارچوب موازین شرع مقدس باشند، این جمله اصل دوم قانون اساسی است. شما نگاه بکنید، برخلاف اون که تمامی ملیون و اصلاح طلبها و اینا در اون دوره تا دوره میگفتند که مصدق میخواست شاه حکومت بکنه، سلطنت کنند، در حکومت در قانون اساسی اینجوریه، خیلی تفسیر بسیار دروغ میگفتن همشون. در اصل 27 متمم قانون اساسی میگه که قوه مقننه رو سه تا چیز براش قائله، 3 قدرت حق دارن قانون وضع بکنن. میگه قوه مقننه ناشی میشه از اعلیحضرت شاهنشاهی، مجلس شورای ملی و مجلس سنا. هر یک از این 3 منشأ انشاء قانون را دارد. یعنی شاه به تنهایی میتواند قانون بنویسه، مساوی مجلسه، اما یه شرط گذاشته، گفته قانونی که شاه می‌نویسد و مجلس باید تصویب بکنه، بعد همون شرط هم برای مجلس گذاشته، گفته قانونی هم که مجلس می‌نویسد و شاه باید توشیح بکنه، و بعد یه شرط اساسی گذاشته برای هر برای مجلس شورای ملی، مجلس سنا و شاه، یه شرط گذاشته، گفته قانونان اینا مخالف با موازین شرعیه نباشند.
یعنی ما پس یه شرع داریم که اون بالا ایستاده قانون الهی که طبیعتا نمایندش آخوندها میخواستن، چون که کسی میتونه شرع رو اجرا کنه که یا فرع ایزدی داشته باشه مثل شاهان باستانی یا چیز فقه باشه، و بعد هر سه اینا مساوی هن. این چیزی که جبهه ملی نام گفتن شاه باید مزخرف میگفتن، درسته که در این اصلی گفته شاه مبرا از مسئولیته، ولی در واقع بیشتر حق به شاه میده، هم منشأ قانون مینویسد هم در این حال از مسئولیت مبرا. لذا در واقع اگر نگاه کنیم اینجا اصلا مفهوم حق و اون چیزی که در ما از آغاز به دلایل شرایطی که داشتیم یک چیز اساسی رو نگرفتیم، ما فکر کردیم بله ما دموکراسی و نمیدونم قانون اساسی و قانون این است که بله آمدن دموکراسی درست کردن گفتن فلان، نخیر، ما اون چیز عمیق پشت این رو، اون تحول عظیم فرهنگی پشت این رو که عبارت از ارتباط قانون و حق نفهم، این حتی در تفسیر تاریخ ایران هم کار میاد. دکتر فرزندی گفته که یه دومدن من الان تمام میکنم، یه دومدن نزد دیاکو گفتن بیا برای ما نظم عدالت برقرار، این افسانه چیه؟ مگه شاه اینجوری به وجود آمده؟ ببینید سلسله مادها اینجوری به وجود آمده، تاریخ ماد رو بخونیم، هیچ عده جمع نشدن برن به یه عده بگن تو بیا، ای اصلا افسانه است، اصلا چطور شما همچین باور میکنن دکتر فرزندی؟ ببینید یا مثلا چه میدونم ما ایرانی ها از غرب نگرفتیم، ما ایرانی ها از غرب گرفتیم برخلاف نظر آقای دکتر گرجی، اما بسیار ناقص گرفتیم، به قول آجدانی ما این مفاهیم رو گرفتیم به قامت خودمون در آوردیم، ما کجا قانون داشتیم به مفهوم قانون حق در گذشته؟ شما متون ساسانی رو داریم دیگه، دینکرت بخونید دیگه، قدرت شاخی است که فرع ایزدی داره، این سیاست نامه ها و اینا و نمیدونم نظام الملک و اینا هم نصیحت الملوک ها که آقای فرزند بهشون اشاره میکنم قانون ننوشتن تو اونا، من دیگه همه رو خوندم دیگه، ادبیات فارسی توصیه است، نظام الملک قانون وضع نکرده که، اصلا وضع قانون وجود نداشته، شاه فرمان میداده، مملکت با فرمان اداره میشد. در حالا جمهوری اسلامی چه اتفاقی افتاده؟ در جمهوری اسلامی ما باز همون برگشتیم به همون منشأ دریافت ناقص خودمون از قانون، قانون از شرع ناشی می شود، در قانون اساسی سریع گفته دیگه قوانین باید استنتاج بشن از رأی و حالا رأی مجتهدین و اینا. خب که کسی هم چیز اونو بزرگترین مقام رو در این کشور داره، وقتی شما شرع منبع قانون هست، خب ولی فقیه رئیس شهر هست دیگه، بنده و آقای دکتر فرزنده و آقای زیبا کلام که نیستیم که، یعنی در واقع به جای فرع ایزدی ارتباط با آخوندان نشسته به جاش. این عمامه ی آخوندهای ایرانی خب میدونی که از چیز مغان زردشتی اومده که یه نوع تاج دیگه، یه حاله نوره، در واقع بیان مادی حاله نوره که دور سرشون هست، ولذا بنابراین در این بحث من رو تمام بکنم اینه، مشکل بحثی که این اولا حاکمیت قانون همیشه چیز خوبی نیست، چون قانونی که حق رو بیان نمی کنه، حقوق شهروندی، قانونی که مخالف حقوق طبیعی است، حقوق طبیعی که از دوران یونان مطرح بوده، یا حالا امروز ما میگیم حقوق بشر، اصلا نباید از اطاعت کرد، حتی اینو جان لاک میگه. دوم اینکه این آرزوی ما برای حاکمیت قانون، چون ما با حکومت‌های استبدادی جباریت فردی روبرو بودیم، آرزوی توجیه پذیریه، موجه هست، چون می‌خوایم اونو محدودش کنیم، اما این حاکمیت قانون نیست، قانون نیست بی ارتباط با حق، ولذا من فکر می‌کنم ما اتفاقاً با نقد همه اینها، نقد بی‌رحمانه مفاهیمی تقلیل یافته‌ای که در ذهنمون هست، اتفاقاً الان زمینه فراهم آمده که ما قانون رو بیان حق بدونیم و بعد درباره حق و حقوق بحث کنیم، حقوق طبیعی، حقوق بشر، حقوق خدش ناپذیر، حقوق سلب ناپذیر، و بعد قانون بر این متکی بشود، یعنی همون حرفی که خیلی ها دیگه خوشبختانه امروز میزنن، اعلامیه حقوق بشر، حداقل اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق زنان و حقوق کودکان که بهش اضافه شده مثل بالا دست نیست، وقتی معنیش اینه که منشأ قانونگذاری برمیگرده به اینکه قانون از حقوق طبیعی و حقوق بشر استنتاج میشه، یعنی حق مرکزیت قرار میگیره نه قانون. چرا این مهم هست؟
شما اگه تو اروپا این حق و قانون بی‌معناست، چون اونا قوانین رو بیان حق میدونند، ولی در ما چون قانون بیان حق نیست، لذا باید برگردیم به بحث حاکمیت حق. و بعد وقتی این ارتباط که در ما قطع شده برقرار شد، اون وقت اون قانون باید حاکمیت داشته باشه. خیلی ممنون و ببخشید. خواهش میکنم. خیلی ممنون جناب آقای سرکویی. دکتر فروزنده، مایک شما رو دیدم. مایک زدید درسته؟ من یه نظر خیلی کپسولی دارم. بله خواهش میکنم. بفرمایید. ببینید، خیلی متشکرم آقای سرکویی. خیلی با اینکه یه بخشش قابل نقده که خودتونم آقای فروزنده نظر کپسولی یعنی چی اول بگیم؟ نه چون نمیدونم واژه جدیدی میخوام یاد یعنی خلاصون من از بس که توی کلاب هاوس سخنرانی های طولانی شنیدم، هی دارم این واژه رو زیاد میگم که شاید نوعی کنشگری باشه در لابلای صحبت کردنم، شاید اشتباه شد کنم. آره ببین آقای سرکویی، یه صحبتی کردن از شرح شروع کردن، خیلی عالی شروع کرد، خیلی عالی، و تأسف خوردم که چرا من اینو شروع نکردم، یعنی حسودیم شد. شما از شهر شروع کردید درسته یا آقای گرجی بود؟ آقای سرکویی شما از شهر شروع کردید دیگه؟ بله کام پس درست، خیلی خوب، خیلی خوب شروع کردید، یعنی شهروندی. حالا بله این بسیار عالی، از شهر دولت‌های یونانی خوب شروع میشه دیگه. صد درصد و ما هم یک عقب ماندگی طولانی توی این بخش داریم، البته که فرماسیون های تاریخی اجتماعیمون با آتن و حتی روم باستان خیلی متفاوته. نظر کپسولیم اینه، در واقع قانون راحل های حقوقی برای برون رفت نظام های زمینداری، سرمایه‌داری و بردهداری است. اینو میدونیم و از محتوا و فهوای کلامی که شنیدیم در منتقد عالی قدر، اینو میتونیم استنتاج بکنیم، ولی مصداق یابی و یا روایت سازیش کمی طولانی است. در واقع خیلی دوباره تکرار میکنم، قانون، تأسیس قانون راه حل برون رفت نظام های بردهداری، زمینداری کوچک، زمینداری بزرگ و سرمایه‌داری جدید، انواع سرمایه‌داری هاست که در شهر متبربر میشه، در تحولات اجتماعی خودشون نشون میده و بعد ما تحت اون سیطره توی اون روح زمان حرف میزنیم و حرفامون رنگ و بوی اون روح زمانه میده که الان آیه سرکویی بهش اشاره کرد. ما تحت تاثیر اون قرار بود. ببخشید خیلی معذرت. مرسی از شما دکتر فروزنده عزیز و همچنین از جناب سرکویی. قبل از اینکه خدمت دکتر قاضیان عزیز برسم، فقط عرض کنم خدمت دوستانی که سوالی دارن، پرسشی دارن و یا اینکه از عزیزانی که روی استیج هستن، ما حتما یک فرصتی رو در نظر میگیریم، امیدوارم البته، چون باید به اون خروجی که از این اتاق میخواییم حاصل بشه برسیم و امیدوارم این فرصت رو بتونیم داشته باشیم و در اختیار شما عزیزان قرار بدیم که بیایید روی استیج و طرح پرسش یا اینکه اگر سوالی دارید و یا مطلبی هست که بخواید بفرمایید، حتما در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. خدمت دکتر قاضیان عزیز میرسیم. دکتر قاضیان سلام مجدد به شما. در خصوص بحث امروز ما، هر کدام از عزیزان رو شنیدیم و هر کدام از تعاریف و آنچه که فرمودن هر کدام از عزیزان در مورد حاکمیت قانون و اون درکی و وجهی از این مفهوم رو در فرمایشات هر کدام ما دیدیم که در خودش جای داده بود. از شما هم بشنویم به عنوان یک جامعه شناس در مورد حکومت قانون و اینکه چه تعریفی میتونیم از شما
داشته باشیم در این زمینه به علاوه فرمایش خودتون که میخواید ارائه بفرمید. بفرمید. منم سلام میکنم به همه عزیزانی که در اتاق هستن، دوستان و استادان، و همینطور مثل آقای سرکویی میگم منم حقوقدان نیستم، ولی خب من البته حقوقدانها رو دوست دارم. ببینید، ما الان داریم در مورد حاکمیت قانون صحبت میکنیم و فرضمون اینه که همه میدونیم قانون چیه و برامون قانون یه مفهوم خیلی سهله و برای همه انگار بدیهی و روشنه، ولی من حقیقتش مطمئن نیستم نسبت به این موضوع. منظورم نیست که نمیدونیم قانون چیه، بلکه مقصودم نیست که اون جنبه هایی از قانون رو که ما رو کم کم هدایت میکنه به مفهوم حاکمیت قانون رو مفروض گرفتیم، ولی معلوم نیست اون مفروضات ما با هم دیگه ارتباط داشته باشه یا نداشته باشه. اتفاقا بحثی که آقای سرکویی مطرح کردن در مورد رابطه قانون و حق هم این موضوع رو به نظر من جدی تر کرد. بنابراین من فکر میکنم بد نیست اول ما در مورد خود قانون حرف بزنیم تا ببینیم وقتی داریم در مورد حاکمیت قانون صحبت میکنیم از حاکمیت چه چیزی داریم حرف میزنیم. این قانونی که قرار حاکمیت داشته باشه یعنی چی؟ و بعد اون وقت برسیم به اینکه آیا حکومت قانون با مفهوم حاکمیت قانون یکیه؟ آیا ما یه جور حاکمیت قانون داریم یا مدل‌های متفاوتی از حاکمیت قانون داریم؟ و تو هر کدوم اینا چه بلایی بر سر قانون میاد؟ ببینید، مثلا فرض بکنید امروزه زیاد میشنوید که میگن وقتی میخوان این حجاب اجباری رو ترویج کنن میگن قانون دیگه باید اجرا بشه. یا مثلا فرض بکنید که جلوی خوردن فرض کنید مسکرات رو در جامعه ما میگیرن، بعد میگن خب قانون خداست دیگه باید اجرا بشه. یا فرض بکنید بین زن و مرد نابرابری قائل میشن، بعد میگن خب این قانون طبیعته، در عالم حیوانی هم همینطوره، در عالم خلقت اینطوری اصولا. همه اینا رو ما داریم از مفهوم قانون استفاده میکنیم و به نظر میرسه که در همه اینا یک معنا داره، ولی هم این آشفتگی معنایی که در اینجا وجود داره، هم این که ما فکر کنم هنوز به منشأ قانون در جامعه های امروزی کم توجهی کردیم و خود این باعث میشه که اتفاقا رابطه اون رو با حق هم فراموش کنیم و از اینجا مفهوم حاکمیت قانون کلن تغییر میکنه و تبدیل به چیزی میشه که گاهی اوقات به نام حکومت با قانون یا توسط قانون فهمیده میشه. ببین، من اشاره کردم ما برخی از قانونهای طبیعی داریم که ما میریم کشف میکنیم. اونا قانونهای توصیفی هستن، کشف شدنی هستن، قانونهای اعتباری و خلق کردنی و جعل کردنی نیستن، ولی گاهی اوقات ما این دوتا رو به هم میآمیزیم. همونطور گفتم مثلا میگیم در طبیعت بین زن و مرد تفاوت وجود داره و این قانون طبیعته، بنابراین ما باید بین زن و مرد تفاوتی قائل بشویم در قانون، در قانونی که خودمون مینویسیم و جعل و وضع میکنیم. یا گاهی اوقات از قانون الهی صحبت میشه، قانون خدا، قوانین اسلامی، پیاده کردن قوانین اسلامی. ما در اسلام قوانین مخصوص به خود داریم، اینم دوباره یک مفهوم از قانون. گاهی اوقات چیزی که امروز زیاد مطرحه اینه که این قانون مجلس تصویب کرده، گویی اگر چیزی از فرایند تصویب یک نهاد معین بگذره این شأن قانون داره. البته تردید نیست که اگه چیزی بخواد قانون باشه باید این فرایندها رو طی کنه، ولی نه هر چیزی که این فرایندها رو طی میکنه قانونه. و به همین دلیل من فکر میکنم خوبه روی خود مفهوم قانون یه مقدار تمرکز کنیم و برای اینکه ببینیم قانون چیه، من پیشنهاد میکنم یک بیان عرفی پیدا بکنیم از اینکه قانون اصلا از کجا پیدا میشه. و برای اینکه این رو بفهمیم، من فکر می‌کنم باز دوباره باید درک عرفی از زندگی اجتماعی داشته باشیم، به این معنی که ما آدم‌ها امروزه ناگزیر در جامعه‌های زندگی می‌کنیم که جامعه‌ها بزرگن، علاوه اندازه جغرافیاییش و اندازه جمعیتی که اینجا هستن. بنابراین وقتی ما می‌خوایم با هم دیگه کار بکنیم، روابطی با هم دیگه داشته باشیم، ناگزیر، یعنی ما هم می‌خوایم ازدواج کنیم، نمی‌دونم کار کنیم، تحصیل کنیم، رفت آمد کنیم، همه اینا ما رو با هم درگیر می‌کنه و توی این تماس‌ها ما باید یه چیزی بین خودمون تنظیم کنیم که خب چجوری ما این رابطه‌هامون رو با هم دیگه اجرا کنیم. این تنظیمات که اتفاقا در متون قدیمی‌تر فارسی هم در مورد قانون آمده چگونه اجرا میشه؟
ما که از این زندگی اجتماعی گریزی نداریم، یعنی ناچاریم در این جامعه های بزرگ مقیاس زندگی کنیم، پس باید این رابطه هامون رو با همدیگه تنظیم کنیم. اگر در یک جامعه کوچکی زندگی میکردیم، مثلا در یک روستایی که 20 خانوار داره و سر یک چهارراه روستایی میرسیدیم، حالا با دوتا موتور گازی هم اگر میرسیدیم، خب سلام علیکم میگیم، گفتیم تو برو. اونجا چیزی بین ما قرار نبود واسطه بشه و رابطه ما دو نفر رو تنظیم کنه. ولی وقتی در یه جامعه بزرگ هستیم، میایم سر یه چهارا، نمیتونن هر کدوم از ماشینا به هم دیگه بگن خب تو برو، اون یکی بگه خواهش میکنم شما بفرمایید. یه چیزی باید بین ما واسطه باشه که تنظیم کنه رابطه ما رو. این مثال به نظرم خیلی روشن مشخص میکنه که این تنظیمات، یعنی تنظیم رابطه ها در یه جامعه که تعداد افراد زیاده و جغرافیا بزرگه، چگونه میاد میانجی میشه بین آدم ها. یعنی یک وسیله ارتباطی یا میانجی یا رسانه است برای تنظیم ارتباط بین آدم ها. خب ما برای اینکه این ارتباطات رو تنظیم کنیم، بر چه مبنای این کار رو میکنیم؟ دو سه منشأ خیلی مشخص داره. یکی ارزش های مشترکی است که بین ما هست، یعنی انقدر این ارزش ها برامون مهمه که میخوایم اگر کسی ازش تخطی کرد مجازاتش کنیم. بنابراین مثلا فرض کنیم جان آدمیزاد مهمه، بنابراین این کسی جان آدمیزاد رو بگیره، یعنی از این ارزش و این اهمیت جان آدمیزاد تخطی بکنه، ما مایل هستیم مجازاتش کنیم. این میشه یه منشأ قانون، یعنی ارزش‌های مشترک اجتماعی. دوم توافق‌های ابزاری است که ما می‌کنیم، مثل همین قانون راهنمایی رانندگی که ما توافق می‌کنیم چراغ سبز و قرمز یه معانی خاصی داره، می‌تونیم یه جور دیگه هم توافق کنیم، اینا ربطی به ارزش‌های ما در مورد سبز یا قرمز نداره، بلکه فقط قراردادی است بین ما یا توافق ابزاری است برای اینکه این رابطه بین خودمون رو درست‌تر تنظیم کنیم. ولی توی این موارد که ما داریم بر اساس ارزش‌های مشترک یا بر اساس اون توافق‌های ابزاری میایم روابط خودمون رو تنظیم می‌کنیم، چی کار می‌کنیم؟ ما که نمی‌تونیم خودمون بیایم هر روز با هم دیگه این کارو انجام بدیم. ما میایم حق تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه ارزش‌های مشترکی بین ما منشأ تنظیم رابطه بین ما بشه از یه طرف، و اینکه چه توافق‌های ابزاری بکنیم، یعنی حق تصمیم گیریمون رو در مورد این میسپاریم به یه مجموعه کوچکتری که اونا به نحو کارآمدی میتونن این کار رو انجام بدن، اسمش رو میذاریم دولت. بنابراین ما از اینجا داریم حق خودمون رو در آغاز تفویض میکنیم برای اجرای قانون. پس اون چیزی که قراره در قانون بیاد حق منه، حق من، حق شما و حق دیگری که برایندش میشه حقهای مشترک ما که انقدر برامون مهمه که میخوایم ضمانت اجرا پیدا بکنه توسط یک دولت و اگه کسی تخطی کرد بتونن مجازاتش کنن. خب این مبنای قانونی، یعنی حق منه که داره واگذار میشه. در این حقی که من واگذار میکنم، فقط در حقوقی دارم واگذار میکنم که میره و وضع قانون میشه درماش، یعنی من حقوق موضوعی خودم رو در واقع واگذار میکنم، نه حقوق طبیعی خودم رو. یعنی حق طبیعی من که ناشی از این است که من انسان به دنیا اومدم سر جای خودش باقی است. من فقط حق تصمیم گیری در مورد چیزهایی که بعدن میشن قوانین موضوعه رو واگذار میکنم، یعنی چیزهایی که همه آدم ها در موردش توافق خواهند کرد، اما اون حق اساسی من کسی نمیتونه در موردش توافق کنه یا توافق منو به هم بزنه، اون حقوق طبیعی همیشه با من هست. حالا برای اینکه این اتفاق بیفته، یعنی من این حق خودم رو بتونم تفویض کنم به یه گروه کوچکتری که برن بر مبنای حق من و حق دیگران و برایند این حقای تصمیم بگیرن و اونو تبدیلش کنن به قانون، چه اتفاقی باید بیفته؟ یعنی چه ویژگی هایی باید این قانون داشته باشه تا از اینجا به نظر من وارد مفهوم حاکمیت قانون بشه؟ همونطور گفتم اولین مسئلهش اینه که حقوق طبیعی من یه امر پیشینیه که قابل مذاکره و قابل تفویض و قابل بحث و گفتگو نیست. بنابراین دولت ها که قراره حقوق من رو که بهشون تفویض کردم برن در موردش تصمیم بگیرن، قرار نیست در مورد حقوق طبیعی من تصمیم بگیرن، فقط تایید میکنن یا روال دستیابی و حفظ اون حقوق رو ممکنه تنظیم کنن. دوم این که این توافق باید توافق همه ماها باشه، یعنی این که چون این حق مال من بوده که تصمیم بگیرم که چی کار میخوام بکنم با دیگران، رابطه اون با دیگران تنظیم کنم، بنابراین من باید بتونم که جایی داشته باشم در این فرایند تصمیم گیری. پس این تصمیم گیری ضمناً باید به شیوه درستی هم به دست آمده باشه، یعنی راهی رویه
شکلی باشه که من بتونم این حق خودم رو و حق دیگران رو با هم دیگه در هم بیامیزیم و تبدیلش کنیم به حق عمومی و مشترک بینام. این همون چیزی که روایان به اصطلاح فرایند یا روند روابط دموکراتیک رو فراهم میکنه. یعنی نه تنها باید من در توافق جمعی نقشی داشته باشم، بلکه راهی هم باید باشه که من این توافق جمعی خودم رو اعمال کنم و اجرا کنم که میشه همین فرایندهای دموکراتیک. یعنی همه افراد حق مساوی داشته باشن در اینکه حق نهایی رو در موردش تصمیم بگیرن، که خب برای این انتخابات میذارن نمیدونم اینا. حالا هر کدوم از اینا درست اجرا نشه، مثلا همین انتخابات درست اجرا نشه، یعنی من به اندازه دیگران سهم نداشته باشم یا به هر کسی که میخوام نمایندگی بدم امکانش نباشه، خب اینجا معلومه که اون پایه اساسی قانون داره نقض میشه، چه برسه به مسئله حاکمیت قانون. و دوم، حالا فرض کنیم مثلا ما حق داشتیم، این حقا هم به شیوه درستی به دست آمده باشه و تبدیل شده به قانون، من باید حق داشته باشم که در این توافقی که با دیگران کردم تجدید نظر کنم و دیگران هم حق داشته باشن. و اگر اندازه این تقاضای ما برای تجدید نظر در حقها و تنظیماتی که با هم دیگه برای روابطمون کردیم به جای مهمی رسید، همه حق داشته باشیم اون تنظیمات رو عوض کنیم و از نو تنظیم جدیدی بذاریم. بدون در نظر گرفتن این نوع از ویژگی‌های قانون، به نظر من بحث در مورد اینکه حاکمیت قانون چگونه باید باشه و از این طریق چگونه با حکومت با قانون تفاوت ایجاد میکنه امکان پذیر نیست. مثلا به عنوان مثال همونطور گفتم، امروز گفته میشه که خب این قانون مجلس گذرونده، قانون باید اجرا بشه، اما این فقط داره نشون میده که روال تصمیم گیری چگونه بوده، در حالی که هیچ کدوم از اون مشخصات رو نداره. یعنی اولا از من نخواستن که در مورد اون قانون کاری بکنم. چرا؟ چون اون روالی که قرار بوده حق من توش ایفا بشه اجرا نشده، که عبارت باشه از یک انتخابات دموکراتیک که من به اون عده کوچک که عبارت باشن از دولت نمایندگی بدم که به جای من برن و این تصمیمات رو بگیرن. چون اون روال اجرا نشده، بنابراین پایه اصلی که قرار قانون عبارت باشه از ارزش من و ارزش دیگری و ارزش دیگران و دیگران توش اجرا نشده، از یه جایی برداشتن یه ارزش‌های دیگری آوردن، مثل همین قوانین اسلامی که در نمیدونم هزار اندی سال پیش در یه جامعه دیگری توافق احتمالی اون جامعه بوده در مورد اینکه روابطشون چگونه باشه. بنابراین اونا ارزش‌های من رو نمیارن. من امروز ممکن ارزش‌ها موافق اون باشه یا مخالف اون باشه، مهم نیست، ولی ارزش‌های من باید باشه، ضمن اینکه اون حقوق طبیعی رو هم که مال دیگرانه نقض نکنه. این شیوه به دست آمدن این توافق که درست نبوده و به علاوه اگر هم جایی من توافقی کردم امکان تجدید نظر براش نذاشتن. بنابراین حتی وقتی من میگم که یه چیزی قانونی است چون مجلس تصویب کرده، هم میبینید که عملا بی ثمر میشه. این حکومت با قانون میتونه باشه، یعنی حتی اگر حکومت ما به عنوان مثال همین قوانینی که خودش اجرا کرده که عملا هم اجرا نمیکنه و قوانین ناعادلانه هم هست، حتی اینها رو هم اجرا نمیکنه، اگر اجرا میکرد میشد حاکمیت با قانون یا حکومت توسط قانون یا با قانون. اما این حاکمیت قانون نیست. برای اینکه حاکمیت قانون اجرا بشه نیازمندی که قانون رو با این مشخصاتی که ازش حرف زده شد و اون منشأی که داره در نظر بگیریم تا بشه اجرا کرد، که اون وقت وارد بحث حاکمیت قانون در شکل ابزاریش میشیم و همینطور در شکل محتوایش، که اگر فرصتی شد من در مورد اونم توضیح میدم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما دکتر قاضیان عزیز، سپاسگزارم. دوباره خدمت دکتر زیبا کلام عزیز میرسیم. دکتر زیبا کلام، یه ذره این، خب با توجه به اینکه بحث در این مورد همونطوری که من اول عرایزم هم خدمت همه عزیزان عرض کردم، واقعا مثنوی 70 من کاغذه و اینقدر لایه‌های گسترده‌ای داره که خود من اصلا هر کدوم رو نگاه می‌کنم می‌بینم هر کدامش از اهمیت خاصی هم برخورداره، ولی خب با توجه به زمان کمی که هست واقعا آدم نمی‌دونه به کدومش باید بپردازی و کدوم مسئله رو در اولویت قرار بدی. حالا ولی من فکر کردم که اگر امکانش هست یک ذره بیایم جلوتر و این رو از این زاویه حالا بهش بپردازیم که نسبت قانون و اصلا این حکمرانی در جمهوری اسلامی، اگر شما هم صلاح میدانید، که البته اگر فرمایش دیگری هم دارید میشنویم با کمال میل، و اینکه و کمی هم اصلا در رابطه با مسئله رابطه تجدد و حکومت قانون
چطور قابل توضیح هست؟ اول این رو اگر ممکنه از شما بشنویم و بعد هم وارد بحث نسبت قانون و حکمرانی در جمهوری اسلامی بشیم. بفرمایید، میشنویم شما رو. ببینید، من فکر کنم که اینکه حالا ما بیایم بگیم که فلسفه حق چه بوده، فلسفه قانون چه بوده، حق چجوری به وجود اومده، قانون چجوری به وجود اومده و مدرنیته که به وجود آمد و قبل از مدرنیته، اندیشمندانی مثل هابز، لاک آمدند و گفتند که انسان‌ها بخشی از حقوق خودشون رو برای زندگی دست جمعی که حالا باید یواش یواش داشته باشیم واگذار میکنن. ببینید اینا هست، ولی من فکر میکنم که این بحثا خیلی اون چیزی که شما به دنبالش هستید نیست. من تصور میکنم مسئله اصلی این هستش که اون گمشدهه که من اسمشو میذارم ضعف حاکمیت قانون چه بوده در ایران. من اولا همچنان معتقدم که فلسفه این که قدرت حکومت باید محدودیت باید براش به وجود آورد و اینجور نباید باشه که حکومت هر امری رو که دلش میخواد، هر کاری رو که دلش میخواد انجام بدهد، من معتقدم که این با مدرنیته اومده، این از نیمه دوم قرن 19 اومده و با مشروطه در ایران متولد شده. حالا کسانی که خیلی خیلی با غرب نیونه ندارن میخوام بگن که نه، این مثلا در ایران به یک شکل دیگری فهم از قانون، فهم از حاکمیت قانون بوده و اینها. من تا اونجایی که میدونم در رابطه با حکومت ما چیزی به نام اینکه قدرت شخص اول مملکت، قدرت ذل الله، قدرت سایه خدا، این محدود هست، همچه چیزی وجود نداشته. یعنی ما وقتی میرسیم به مشروطه میبینیم که برای اولین بار هستش که داره یک فکری مطرح میشه، یک ایدهی داره مطرح میشه که آقا جون این حکومت از قدرت مطلق نمیتونه و نبایستی برخوردار باشه. یعنی روح مشروطه، اساس مشروطه، بنیان مشروطه، همه رو میشه خلاصه کرد تو این یه جمله که حکومت باید بر اساس قانون باشه و قدرت حکومت باید محدود بشه به اون چیزی که قانون بهش اجازه داده. و یکی از بالاترین دلایلی که من دارم که چرا مشروطه رو ما میتونیم خلاصه بکنیم و محدود بکنیم در این پیشرفت، مخالفت مشروطه خواه هستش. مرحوم شیخ فضل‌الدین نوری مشروطه خواه رو نفرین میکنه و میگه که شما دارید قدرت پادشاه اسلام رو، سلطان اسلام رو شما دارید محدود میکنید. و اتفاقا درست میگفت چون مشروطه خواها داشتن قدرت سلطان اسلام رو محدود میکردن. سلطان اسلام دیگه فرمان روای مطلق نبود که هر کاری که دلش میخواد بتونه انجام بده. اینو فقط شیخ فضل‌الله نوری نفهمیده بود، اینو محمد علی میرزا و محمد علی شاه بعدی او هم فهمیده بود. به همین خاطر استش که وقتی میاد بعد از فوت مظفرالدین شاه پدرش، که مدتی کمی بعد از صدور فرمان مشروطه محمد علی شاه از تبریز میاد به تهران، شمشیر رو از روم میبنده و قرص و محکم و صریح و علنی در برابر مشروطه میسته. پیامش برای مشروطه خواهایی نستش که اجداد من
قدرت رو به ضرب شمشیر گرفتن. اگه میتونید شما به ضرب شمشیر بیاید قدرت رو از من بگیرید، بسم الله. اگه نه این بساط رو جمع بکنید. مشروط خواه وقتی متوجه شدن که با چه کسی و با چه جریانی و با چه نیرویی روبرو هستند، آمدن رفتن به دنبال متمم قانون اساسی. در قانون اساسی مقدار زیادی از قدرت پادشاه گرفته شده بود و به مجلس اعطا شده بود، به مجلس واگذار شده بود. در متمم قانون اساسی وقتی مشروط خواه دیدن که با محمد علی شاه طرف هستن و این چه قلدری هست، اومدن و اختیاراتش رو محدودتر حتی کردن. به همین خاطر بودش که محمد علی شاه نهایتاً یک سال بعد از مشروطه، مشروطه رو به توپ بست، مجلس رو به توپ بست، مجلس اعدام کرد. و ببینید، قدرت در ایران بعد از مشروطه بزرگترین مانع تحقق حاکمیت قانون بوده. حالا شما گفتید یه مقداری بیایم جلوتر، میرسیم به انقلاب سال 57، انقلاب اسلامی. ببینید، بعد از انقلاب این فکر به وجود آمد که خب ما باید قانون اساسی داشته باشیم، و فکر نوشتن یه قانون اساسی جدید از زمانی که مشخص شدش که سلطنت پهلوی دیگه در شرف سقوط هستش و انقلابیون به چیزی کمتر از سقوط سلطنت پهلوی رضایت نمیدن، فکر اینکه قانون اساسی جدید بنویسیم مطرح شد در همون فرانسه، در همون نوفل‌لوشاتو که امام بود. گویا آقای حسن حبیبی با چند نفر دیگر هم شور و مشورت میکنن، منتها حوادث و رویدادها انقدر سریع اتفاق میافتاده که تا میخواستن مثلا بنشینن دور هم دیگه و چیز قانون اساسی رو تنظیم بکنن، نظام جدید رو، یه اتفاق دیگه میافتاده و چه میدونم باید میرفتن به دنبال این که حالا اون اتفاق جدید چجوری هستش و در قبالش چه باید کرد، تا در نهایت 22 بهمن اتفاق میفته، رفراندوم جمهوری اسلامی آری یا نه اتفاق میفته، و در فرمانی که یا دستوری که یا هر چی دیگری که اسمشو بگذاریم، امام خطاب مهندس بازرگان به عنوان رئیس قوه مجریه، نخست وزیر اولین دولت بعد از انقلاب، یکی از وظایف دولت موقت انتخابات مجلس مؤسسان بوده برای تنظیم قانون اساسی. اتفاق بعدی که میفته این بوده که شماری از حقوق دانان، حالا اسامی چند تاشون رو من اینجا دارم، جناب آقای دکتر عبدالکریم لاهیجی بوده، مرحوم ناصر کاتوزیان بوده، مرحوم صدر حاجت جوادی بوده، مرحوم جعفر جعفری لنگرودی بوده که هم جعفری لنگرودی هم حاجت جوادی از اساتید دانشکده حقوق بودن، مرحوم کاتوزیان هم استاد دانشکده حقوق بوده، دکتر لاهیجی هم که خب میدونیم حقوق خونده بوده و یکی از حقوقدانان برجسته ایران بوده. اینها به توصیه یا به دستور جناب آقای دکتر حسن حبیبی، مرحوم حسن حبیبی، می نشینن و قانون اساسی رو می نویسند. یعنی مثلا الان اواخر اردیبهشت، اوایل خرداد سال 58 هستش. قانون اساسی رو که این حقوقدانان می نویسند، بخش عمده‌اش ملهم و متأثر از همین قانون اساسی فرانسه بوده، برای که همشون فرانسه درس خونده بودن. یک کلمه در مورد ولایت فقیه در این قانون اساسی نبوده. این قانون اساسی رو می نویسن، میدن به امام، امام ظاهرا یکی دو تا
تغییر جزئی، مثلا رئیس جمهور باید مثلا شیعه باشه یا همچین چیزا، یکی دو تا تغییر جزئی میدن و میگن این به سهم و نظر مراجع دیگر برسه، مرحوم آقای شریعت مداری یا نجفی مرعشی و گلپایگانی و حالا آقای خونساری و کسانی که حالا در قم در اون موقع جزو مراجع هستن بودن، اونها هم بررسی میکنن و میگن خوبه. و دکتر حسن حبیبی به امام اطلاع میدن که مراجع دیگری اینو تایید کردن و این قانون اساسی ارسال میشه برای دولت موقت که دولت موقت این رو بیاد به همه پرسی بگذاره. اتفاقی که میفته این بوده که در دولت موقت یکی دو نفر از آقایون میگن که آخه این که ماهی مردم رو بکشونیم ببریم رفراندوم بکنیم پای صندوق رای، این خیلی شکل جالبی نیست. خب ما این کار در جمهوری اسلامی آریانه کردیم، باید مردم احساس کنن که نقش دارن در این قانون اساسی، در این ساختار جدیدی که داره به وجود میاد. بحثا در دولت موقت خیلی راه به جایی نمیبره و موضوع محول میشه به شورای انقلاب. در شورای انقلاب هم برخی از آقایون میگن این حرف درسته و باید مردم نقش داشته باشن، به علاوه تو فرمانی که خود امام صادر کرده بودن برای دولت موقت، تو این فرمان اومده که یکی از وظایف دولت موقت تشکیل مجلس مؤسسان هستش برای تنظیم قانون اساسی. یعنی مجلس مؤسسان هستش که باید قانون اساسی رو تنظیم بکنه، نه یه عده بشینن دور هم دیگه، حالا صرف نظر از اینکه چقدر متخصص هستن یا نیستن، اونا قانون اساسی رو تنظیم بکنن. اونجا هم راه به جایی نمیبرن، یعنی یه راه حلی نمیتونن پیدا کنن. مطلب دو مرتبه برمیگرده به امام که این قانون اساسی رو که شما تایید کردید، مراجع تایید کردن، با این مشکل مواجه شدیم که ادعی میگم قانون اساسی رو باید مجلس مؤسسان تنظیم بکنه. امام مرحوم مهندس بازرگان و مرحوم طالاقانی رو و آقای منتظری رو، مرحوم آقای منتظری رو به این سه نفر میگن که شما یه راه حلی خودتون پیدا کنید. گویا این فکر مجلس خبرگان قانون اساسی در حقیقت فکر مرحوم طالاقانی بوده، که مرحوم طالاقانی میگن نه، اون مجلس مؤسسان 300 نفره که در این شرایط فعلی که مثلا در کردستان دولت خیلی کنترل نداره، در بخشایی از خوزستان دولت خیلی کنترل نداره، در سیستان و بلوچستان دولت خیلی کنترل نداره، و ما اگه بخوایم انتخابات 300 نماینده واسه مجلس خبرگان واسه مجلس مؤسسان انتخاب بکنیم، کار دشواری خواهد بود. اینی هم که اصلا مجلسی تشکیل نشود و همونی که این آقایون حقوقدانان تنظیم کردن و امام هم تایید کردن، همونو ما بیاییم بذاریم به همه پرسی، خب معلومه 70% 80% حداقل اینو تایید میکنن. به این صورت هم نباشه، مرحوم طالاقانی میاد یه راه حل میانه پیدا میکنه، میگه ما یه مجلس کوچکتر از خبرگان به اصطلاح انتخاب بکنیم و اونا بیان این قانون اساسی رو حالا تصویب بکنن، بررسی بکنن یا هر کار دیگری که لازم بکنن. و قرار اینجوری میشه که به ازای هر 500 هزار نفر جمعیتی که در هر استانی هست یک نماینده انتخاب بشه، یعنی اگه استانی مثلا 2 میلیون جمعیتشه 4 تا نماینده ازش انتخاب بشه. در اون انتخابات هم نه شورای نگهبان بوده، نه نظارت استصوابی بوده و برخی از کسانی که انتخاب میشن خیلی جالبه، مثلا یکیشون آقای دکتر محسن احمد نوربخش بود که همکار خود ما بود در دانشکده فنی و ایشون کروات میزد، صورتش هم اصلاح کرده و ایشون از کوکیلو بویرحمت اگه اشتباه نکنم انتخاب شده بود. عبدالرحمن قاسملو از کردستان انتخاب شده بود، حسن نزی انتخاب شده بود و افراد دیگری که خب همه مشخص بود که هیچ ربطی به روحانیت اینها ندارن. اون مجلس تشکیل میشه، حدود 70 خورده ای
تعداد نمایندگان بوده و یک ماه یا دو ماه حد اکثر فرصت داشتن که اون قانون اساسی رو که اون آقایون حقوقدانان نوشته بودن بررسی بکنن و تصویب بکنن یا به دولت بدن که دولت اینو بذاره برای همه پرسی. عرض میخوام آقای دکتر زیبا کلام، فکر میکنم اعلام زمان رو ندیدید، خواستم کلامی اعلام کنم اگر نه من دیگه ساکت میشم مرتب. نه من ساکت میشم دیگه، ادامه نمیدم. نه صحبتتون رو به پایان برسونید ولی یکی نه اشکالی نداره. ببخشید من یه سوال دارم از شما مدیریت اتاق. بفهمید آقای این قدیما که ما این یک کتاب هایی بودن، ما در ایران داستان نویسی نداشتیم، در عوضش قصه داشتیم دیگه، قصه ها همه خوندین دیگه، نمیدونم دوام الحکایات امیر ارسلان نامدار اینا، یک جمله معروفی توش بود که من این حکایت بدان آوردم که بعد نتیجه گیری میکردن. من فکر می‌کنم آقای زیبا کلام هم این داستان رو گفتن که البته بخشش هم درست نبود از نظر تاریخی، ولی چه نتیجه‌ای می‌خواستن بگیرن من نفهمیدم منظورشون چیه. بعد خواهشون منم الان می‌خواستم نتیجه رو بگیرن، یعنی خیلی خوب این قصه رو ما شنیدیم، حالا نتیجه این قصه چی شد؟ بله منم منظورم این که به هر حال در یک الی دو دقیقه این حکایت بدان آورد آقای زیبا کلام که چه نتیجه ای بگیرن، این نتیجه معلوم نشد. بله منم الان یا من نفهمیدم، اجازه بدید یه جوری بگن که منم بله منم می‌خواستم خدمتشون عرض کنم که لطفاً دکتر زیبا کلام سخنتون رو اگر ممکنه کامل به پایان برسونید لطفاً، چون ناتمام ماند. بفرمایید. در این مجلس خبرگان بود که مسئله ولایت فقیه یا اصل ولایت فقیه یا موضوع ولایت فقیه مطرح میشه و به نظر من فقط مشکل در طرح ولایت فقیه نبود، مشکل اساسی تر و بنیادی تر که مطرح شد این بودش که کم و بیش اون قانون اساسی که حقوقدانان تنظیم کرده بودند، اون عملاً به کنار گذاشته شد، به کنار رفت و این قانون اساسی که الان 177 بند داره تهیه شد. قانون اساسی که اومد جای اون رو گرفت، این قانون اساسی فعلی توسط حقوقدانان نوشته نشده بلکه توسط روحانیون علما نوشته شده، پر از عبارات زیبا هستش، پر از انشای فصیح هستش، اما مطلقاً کارایی نداره و پر از تناقض هستش. اصلی ترین و بزرگترین تناقضش در اصل پنجم و ششمش است که به بحث ما مربوط میشه. اصل پنجمش میگه در زمان غیبت امور جامعه بر عهده ولی فقیه هستش. اصل ششمش میگه امور جامعه از طریق چه میدونم مشارکت مردم و اینها، و از این دست تناقضات پر هست در قانون اساسی که الان هست. در سال 68 هم که ولایت فقیه ولایت مطلقه، کلمه مطلقه صفت مطلقه اضافه میشه و عملاً دست ولی فقیه دیگه کاملا باز هستش. یعنی اون مفهومی که مدرنیته با خودش به ایران آورد که حکومت باید بر اساس قانون باشه و حکومت از اختیارات تام و تمام برخوردار نیست، عملاً با قانون اساسی که ما الان داریم مغایرت پیدا میکنه. صدای دکتر رو من ندارم یا نه قطع شد صداشون. آقای دکتر مایکتون بسته شد.
این وضعیت در حقیقت ناشی از ذات قانون اساسی هستش که الان وجود داره و عرض کردم توهی کرده قانون اساسی رو از روح اصلی که قوانین اساسی در حقیقت محدود کننده قدرت حکومت هستن. عرض دیگری ندارم. خواهش میکنم دکتر، فقط اگر که آنچه که من متوجه شدم در واقع اینطور میخوام بگم که حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی به نظر میرسه که با مفهوم حاکمیت قانونی که حالا حضرت عالی یا دیگر دوستان هم صحبت کردن و اشاره کردن تفاوت داره. آیا این نگاه متفاوت در سطوح حاکمیت خودش به مانع جدی در اجرای قانون مبدل نمیشه؟ ببینید، اون عرض کردم چون قانون اساسی توسط حقوقدانان نوشته نشده عملا کارایی نداره. بذارید من یه مثال دیگه براتون بزنم. مثلا اصل 100 الان قانون اساسی پیشم نیستش که دقیق بهتون بگم، ولی فکر میکنم اصل 113 هم هستش که در خصوص قدرت و اختیارات رئیس جمهور میگه، میگه که بعد از رهبری رئیس جمهور مثلا بالاترین فرد نظام هستش و مهمترین وظیفه رئیس جمهور نظارت بر چه میدونم حسن اجرای قانون اساسی هستش. خب سوال اگر به فرض رئیس جمهور احساس کرد که در فلان قسمت، در فلان نهاد، فلان مؤسسه، فلان وزارتخونه قانون اساسی اجرا نشده، از چه قدرت و اختیاراتی برخوردار هستش که مقابله بکنه، مواجهه بکنه؟ تمام قانون اساسی رو که شما میگردید هیچی پیدا نمی کنید. خب این رئیس جمهور که دومین فرد این نظام هستش، اگر متوجه نقض قانون اساسی بشه چه باید بکنه؟ هیچی. به قوه قضاییه باید شکایت بکنه؟ معلوم نیست. کار دیگری باید بکنه؟ معلوم نیست. ببینید اینا هستش. یا مسئله نظارت، یکی از اساسی ترین و بنیادی ترین مؤلفه های حکومت های مدرن، نظارت و پاسخگویی. خدمتتون عرض کردم در بخش اول عرایزم که حکومت های مدرن علارغم اینکه باید حسب قانون عمل بکنن و علارغم اینکه با رأی مستقیم مردم انتخاب میشن، مزالک پاسخگو هستن. به کی پاسخگو هستن؟ به مجالس، به پارلمان ها. خب در نظام جمهوری اسلامی پاسخگویی چجوری هست؟ مبهمه، معلوم نیستش. اینی که به نظر من اینا مشکلاتی هستش که در حکومت قانون، حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی وجود داره. حالا عرض دیگری من ندارم اگر که. بله خواهش میکنم، حتما خدمت شما دوباره خواهیم بود. بنده خیلی دوست دارم که بیشتر در مورد این موانع و چالش ها و بعد از اون حتی راه برون رفت، یعنی اگر حتی راه حلی وجود داره هم بشنویم از شما. بزرگوار، در خدمت شما هست، حتما خواهیم بود. پس من حرف خودم رو میدونم. بله بله قربان، بفهمید. ببینین من فکر کنم درباره مباحثی که من گفتم دوستان خیلی ممنون که هم انتقاد کردن و اینها. یه لحظه ببخشید، من این یادداشت کردم یه چیزی که واقعا فلسفی است. اوکی، ببینید اساس بحث من این بود که من یه بار دیگه اینو بگم که من میفهمم که مردم ایران از مشروطه به بعد برای اینکه قدرت مستبدان رو محدود بکنن حاکمیت قانون رو مطرح کردن، اما این از همون نقطه آغاز غلط. ببینید شما تیراندازی کردین حتما دیگه، وقتی شما نشان روی میکنین 1 میلیمتر خطا در نشانه به 10 متر خطا در هدف منجر میشه.
و ما این حالا این خطا نبوده، در تاریخ خطا رخ نمیده. ما به ناگزیر بر اساس موقعیت خودمون مفهوم قانون رو از آغاز بر بستر اسلامی فهمیدیم و ارتباطش با حق درک نکردیم. من الان برمیگردم در آخر صحبتم به نقد آقای دکتر رجایی که گفتن که در دین هم حق هست، میگم که نظرم در مورد چیست. اما حالا بنابراین این وقتی ما هنوزم به نظر من در بخش عمده مباحثاتی که در ایران هست این ارتباط هنوزم وجود نداره و تا وقتی که این قانون بر اساس حق تعریف نشه، این مثلا اون کاری که ما در مشروطه کردیم و ادامه دادیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی کردیم و همینطور ادامه داره. قبل از این که من این بحث رو میکنم، من میخوام ببینین، این درسته که مثلا تمثیلی که ژان ژاک روسو میگه که آقای قاضیان هم بهش اشاره کردن که آدم ها جمع میشن برای که ما اجتماع هستیم پس بیایم یه قرارداد بذاریم، یه تمثیله. قوانین و ساختارهای اجتماعی که در واقع اینطوری نشدن که مثلا آدم ها جمع بشن بگن خب ما به دولت نیاز داریم، آدم ها جمع بشن بگن ما به قانون نیاز داریم. در واقع اینا در بستر تاریخ رخ داده. اون تمثیل، حالا اگر اون فقط یک تمثیله و واقعیت عینی چیز دیگری بوده در تاریخ، بحث فلسفی بسیار مهمه. من اینجا دارم به نقد آقای زیبا کلام میپردازم که گفتن بله حالا این بحث های فلسفی میشه کرد و اینا، و بعدم گفتن که این مفاهیمی از مدرنیته شروع شده، اصلا این ما نمیخوام یونان عهد قدیم ببینیم. من میدونم دلیلش چیه. فرهنگ دینی در انکار دینی که میگم، من میدونم برداشت های گوناگون از دین وجود داره و برداشت های لیبرال تر فلان تر، البته این نیست. من دارم فرهنگ دینی، دین موجود، دین تاریخا موجود میگم، یا در واقع فرهنگ مسلط رو. اصلا نمیخواد یونان عهد عتیق رو ببینه، برای که اونجا یونانی چون اون یک تفاوت عظیمی داره با ادیان ابراهیمی، و نمیخواد ببینه که بسیار حتی مسیحیت اروپایی ریشه در یونان عهد عتیق داره، نه در مسیحیت اصلی و اصیل ارتدوکسی. و دلیلش این هستش که نمیخواد ببینه که حتی به همین نگاه رو نگاه کنید، وقتی میاد به قانون اساسی مشکل رو در ولایت فقیه میبینه، مشکل رو در اون اصل اول نمیبینه. در واقع مشکل اساسی قانون اساسی که اون رو دیگه نمیکنه، یعنی قانونی که بر اساس حقوق انسان ها استوار هست نیست، بلکه شرع هست و اصل اوله، یعنی همون اصلی ببخشید تو اصل دومه که میگه قانون باید از، حالا توضیح خواهم داد در بخش بعدی صحبتم. اتفاقا بخش فلسفی لازمه برای ما، چون ما از آغاز در مفاهیم فلسفی خطا رفتیم. خطا که نمیدونم، مثلا راهی رو رفتیم که به این منجر شده که هستیم. ما نخواستیم ارتباط قانون و حق رو بفهمیم اونطور که به واقع در بستر اصلیش، یعنی در اروپا رخ داده، اروپای غربی، فقط صورت رو گرفتیم، صورت ظاهری رو گرفتیم و بعدم میگه آقا حالا بحث فلسفی نکنید. بعد در بنابراین اتفاقا اگر بخوایم مسئله حاکمیت قانون، مسئله قانون و حق رو به مفهوم دقیقش بفهمیم، باید این برگردیم اتفاقا به همون چیزی که نخواستیم ببینیم. و اینجاست که بحث فلسفی بسیار مهم. تو کلاب هاوس خسته کننده است. من میفهمم وقتی من میام میگم سن آگوستین اینو گفته، نمیدونم سیسرو در روم باستان اینو گفته، نمیدونم ارسطو اینو گفته. خب تو کلاب هاوس خسته کننده است، آدم ها دوست ندارن، طولانی میشه. اما این واقعیت قضیه است که بدون درک اینا که ما نمیتونیم همینطور بپریم از روی قضايا و نبینیم این ارتباط حق و قانون رو و در معنای عمیقش اینو درک نکنیم. دومی که آقای زیبا کلام یک تاریخچه گفت، نمیدونم یه قانون اساسی بوده که گویا خیلی خوب بوده و بعد مثلا عوض شده. واقعا چون قانون اساسی اولا به این زیبایی که شما میگی نیست، هم که حقوقدانا نوشتن در همونجاش نوعی شورای نگهبان هست از نمایندگان مراجع تقلید که از قانون اساسی مشروطه گرفته بودن، در همونجاش شیعه بودن مهمه. و حالا خیلی از اینا، و بعد این که حالا این طوری شد و اون طوری شد، خمینی، هی میگن خمینی اینو امضا کرد، بله، اما این آیا همون خمینی نبود که کتاب ولایت فقیه رو نوشته بود سالها قبلش؟ یعنی واقعا خمینی به ولایت فقیه معتقد نبود از نظر شما؟ اینو میخواین به ما بفروشین؟ کتابش نوشته بود، درسش داده بود، تصورش موجب تصدیق است ولایت فقیه.
آیا این بهشتی نبود که تورسیت جز مؤثرترین آدم ها بود در اون دوران و بارها در مصاحبه‌هاش پیش از انقلاب و بعدش گفتش که ما نمیذاریم تجربه مشروطه تکرار بشه که در اون موقع ما روحانیون انقلاب کردیم و کله ها اومدن گرفتن عرفیش کردن دیگه نمیذاریم؟ آیا این رفسنجانی نبود که بارها تونست خواهش گفت؟ تو زندان حتی نوشته بود. ببینین اینجوری نیستش داستان. اینها میخواستند. ببین خمینی متناسب با زمان حرکت میکرد، این یه بحث دیگری است، اما برنامه اصلی اونها این بود. البته من الان ولایت‌فقیه بود، برای همین هم مؤسسان تبدیل به خبرگان کردم. مجلس چرا آقای زیبا کلام میگن دو سه تا مکلام توش بود؟ خب بله، 5 تا مکلام میتونی ببری، ولی اینکه شما مجلس مؤسسان رو به خبرگان، یعنی خبرگان در دین، همون موقع اینو صریح گفتند. خبرگان در دین یعنی آخوندها، یعنی فقها، یعنی مجتهدین. بنابراین نمیایم اینطور بکنیم که انگار این رخ داد و حالا اینجوری شد. نه، واقعیتش این استش که رهبران اصلی جمهوری اسلامی از بهشتی گرفته تا نمیدونم خمینی و غیره خواستار حکومت اسلامی بودند و در مقدمه قانون اساسیشون هم 5 بار اصطلاح جمهوری اسلامی به کار نمیبرند، اصطلاح حکومت اسلامی به کار میبرند. لذا این تاریخچه رو باید دقیق بررسی کرد، پشت و پسش رو هم دید. اما این اصلا بحث اصلی نیست. من میخوام بگم که ولی این چرا به بحث اصلی ما مرتبط، حال این تاریخچه روایت های گوناگون ازش وجود داره؟ برای که اصلا قانون اساسی جمهوری اسلامی قانون نیست. اگر ما قانون رو چیزی میدانیم که، یعنی من میدانم، حالا ممکن باز بگن بحث فلسفی نکنی، قانون با حق ارتباط داره و حق به حقوق طبیعی انسان ها برمیگرده، چیزی که در یونان عهد عتیق بوده، حتی آدمی مثل سن اگوستین هم بهش معتقد بوده و بعد در مدرنیته همونطور که گفتین دیگه کاملا به بحث‌های فراوان درباره‌اش شده. قانونی که میاد در اصل دومش میگه قوانین نظام ما بر پایه خدای یکتا، دارم از رو میخونم، اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او. این دیگه حق نداره انسان در این قانون که، بله در برخی برداشت‌های از اسلام حق باید تو رجایی برای انسان هم حقوق قائلن، ولی در این چیز که شما بهش میگین قانون اساسی، لزوم تسلیم در برابر امر او، وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین، معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا، عدل خدا در خلقت و تشریع، امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب، و حتی وقتی که میگه کرامت و ارزش بالای انسانی، بلا فاصله میگه با مسئولیت او در برابر خدا. عین جمله رو خوندم. اصل چهارمش میگه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورا نگهبان است. بعد در عصر پنجم میاد میگه خب وقتی شما اینو قبول بکنین، معلومه که ولایت فقیه جزء اینه. این که اصلاح طلبان در تمام مدت سعی کردن انتقاد رو فقط رو ولایت فقیه ببرن و سال بعد میگم که گذر یه ولایت فقیه بهتری بیاد، که به قول آقای دکتر سروش گفتش که چی، یه شورای نگهبان درست درمان بیاد مسئله حل میشه. نه، مسئله تو اصل اصول قبلیه. این اصولی که من خوندم یعنی این که این قانون نیست، یعنی این بر اساس حقوق انسان‌ها تدوین نشده، حقوق طبیعی و سرد ناشدنی و خدش ناب. یعنی ببینید میگه که حقوق بشر همه انسان‌ها به ما هو، یعنی این که شما انسان هستین از این حقوق بهره‌مندید و این حقوق نمیشه از شما سلب کرد، این حقوق خداوند به شما نداده، نیاز به تایید خداوند هم نداره، این حقوق شما دارین به دلیل اینکه انسان هستین. به قول برشت چون انسان انسان است، تمام شد. قانون اساسی که ما داریم این نیست. این میگه آقا ما در برابر یک خدای تسلیم هستیم و او یه سری قوانین وضع کرده و این قوانین در وحی و چه و چه آمده، قانون بر اساس این تنظیم میشه. لذا دیگه تبعیضی که خانم فرمودن، خب طبیعیه که تبعیض هست، برای که
اساس دین اسلام هست، اساس مسلم بودنه، و تازه بعد تو قانون اساسی ما اساس شیعه بودنه، حتی مسلم بودن هم نیست. بنابراین در واقع ما اینجوری نیست که فقط ولایت فقیه مشکل این قانونه. اون چیزی که ما باید ببینیم اینه، این قانون شرع اسلامی رو با برداشتی که تو این قانون هست، حالا برداشت های دیگری از شرع اسلامی وجود داره، بسیار فقها هم هستن که اصلا معتقد به قوت دینی در اصل غیبت نیستن، رفرمیست های دینی ایران کلی مفاهیم جدید آوردن در اینا رو من میدونم، ولی ما داریم راجع به اسلام موجود، حکومت موجود و قانون اساسی موجود صحبت میکنیم. این قانون اساسی اصلا در تعریف قانون بر اساس حقوق انسان ها نمیگنجه، این بر شرع استواره. شرع یعنی اون چه خدا خواسته. حالا خدا اگر بخواهد میتواند حقوقی برای انسان ها قائل بشود، اگر حقوقی برای انسان ها قائل نشود شما نمیتونید اعتراض کنین به خدا. من این خدای شرع موجود رو میگم، نه خدای عرفا، نه خدای رفرمیست های مذهبی، اونا بحثای دیگه است. من دارم از شما نمیتونید به او اعتراض کنین که چرا فلان حقو میدی فلان حقو نمیدی. بنابراین اگر ما میخوایم بحث بکنیم راجع به این، باید برگردیم به اصل قضیه. خب حالا اینجا به اصطلاح یک نکته دیگه من اینجا یادداشت کردم بگم، بنابراین اصلا این بحث بعد یک نکته دیگه که من این جمله های رجایی که گفتن حاکمیت قانون باید یه آرمان هست از نظر یه عده، این درست همون جای غلط قضیه هست. ما به جایی که حاکمیت حقوق بشر رو آرمان من الان میبینم خانم الان تمام میکنم، به جایی که حاکمیت بشر، حاکمیت حقوق بشر رو، یعنی در واقع جامعه‌ای بر مبنای حقوق بشر، حقوق طبیعی آدمی آرمان خودمون قرار بدیم، بل اجبار موقعیت که مستبدانی بر ما که شهرهای یونان عصر باستان نداشتیم، ما شهر روم نداشتیم، ما شهرهای ونیز و فلان فلان نداشتیم، در نتیجه ما مفهوم شهر و شهروندی نداشتیم، ما یک مستبدینی داشتیم آخوند و غیر آخوند، تلاش بوده که محدود کنیم قدرت اینها را، همون کاری که مثلا اصلاح طلبان حکومتی موقع بخواستن کنند، یک خود این جمهوری اسلامی محدود ترش کنیم، استیصال بود، ما به اساس قضیه نمیتونستیم بریم، ما فقط میخواستیم کمترش کنیم ظلم رو، تبعیض رو کمترش کنیم، مستبد رو محدودش کنیم، تا یک کمی محدود کنیم. این با مفهوم دنیای جدید ما نمیخوانه، این با مدرنیته هم نمیخوانه، چون اون اساس رو بر محدودیت مستبد نمیذاره و اساسش نفی استبداد هست. ولی لذا اینجا ما در واقع بهتره که به جای که حاکمیت قانون رو مثل قبل آرمان خودمون قرار بدیم، حاکمیت حقوق رو آرمان حقوق به قانونی که بر مبنای هر قانونی که بر مبنای حقوق انسانی است اصلا باید بندازش دور، نافرمانی مدنی نه تنها اصلا باید دلیل شورش کنی، یه دیگه جان لاک میگه، من نمیگم، یه آدم لیبرال معتدلی مثل اون میگه. بعد یک چیز دیگه هم که من بگم، من اینو میفهمم که در دین حقوقی برای آدم ها قائل شدن در همه ادیان، کاملا حرف شما درسته، انتقاد شما به حرف من درسته، اما بحث اینه این حق رو خدا برای انسان قائل میشه یا انسان چون انسان است دارد، این دو تا بینش کاملا متفاوته. البته در طول تاریخ دین ها لازم بودن، برای که بالاخره دین ها بودن که اولین بار قوانین وضع کردن، نمیدونم ده فرمان بالاخره گفته نکش، دزدی نکن، اینا قوانین بوده و برای تنظیم امور جامعه بوده، مفیدم بوده در یه دوره به حال جامعه، اینا رو من میفهمم. اما مسئله اساسی که ما امروز با اون روبرو هست، ما که الان در اون تاریخ زندگی نمی کنیم، امروز انسان ایرانی به نظر من با این مسئله روبروست که این مسئله دین و غیر بیدینی نیست، چون یک بسیار دین باوران هم به این حرفای من اعتقاد دارن و میگویند، نه به حرفای من، منظورم به این حرفا، حرف من که نیست، این حرف اوناست. مسئله اساسی که انسان ایرانی باش روبرو است در بحث قانون اینه که ما باید قانون رو برگردونیم به حقوق، به حقوق بشری، به دلیلی که بشر است، نه به دلیلی کسی بهش اعطا کرده، حالا چه شاه اعطا بکنه، چه خدا اعطا بکنه، چه آخوند اعطا بکنه. یک جمله آخرم بگم، همه این حرفایی که من زدم تا یک اشکال بزرگ داره. در آغاز شکلی جمهوری اسلامی و نوشتن این قوانین و چه بسیاری از رهبران جمهوری اسلامی به این حرفا اعتقاد داشتند،
واقعا فکر میکردن اگر اسلام اجرا کنن بهش بردن این متصرم میشه از این حرفا. اما تو این 40 ساله تحولات بزرگی رخ داده که الان دیگه وقت بحثش نیست. اون اعتقادات دیگه عمدتاً، نه که در تک تک، عمدتاً وجود نداره. ایدئولوژی یک زمانی باور حاکمان جمهوری اسلامی بود، مکتب ایدئولوژی، اون برداشتی که از اسلام داشتن، اما اکنون در واقع ابزار حکومت اوناست. این در تاریخ همه دیکتاتوری ها هست که وقتی ایدئولوژی که نخست باور هست تبدیل به ابزار میشه، دیگه باور نیست، دیگه در واقع ایدئولوژی یک ابزاری است برای توجیه حکومت، برای توجیه ناتوانی ها، نارسایی ها، قدرت، استبداد، فساد، همه اینا. بنابراین همه این حرفا که من زدم تا ما قبل این تحول درسته. بعد از این تحول باید با نگاه دیگری حالا قانون اساسی و نمیدونم ایدئولوژی حکومتی رو بررسی کرد. حرفای من مربوط به زمانی میشد که باور بود، حالا شده ابزار. وقتی شده ابزار دیگه با نگاه جامعه شناسی میریم سراغش و یک چیزای دیگه است که موضوع این اتاق نیست. خیلی ممنون. خیلی هم ممنون هستم. البته این که گفتم ببخشید، این که گفتم برای به ابزار بدل شده، برای رفرمیست های دینی به ابزار بدل نشده. اونا به باور دارن، منتها باور خودشون رو حالا یا با مدرنیته تبدیل، یا به هر حال قرائتی ارائه میدن که با مدرنیته سازگار. بحث من این قرائت نیست، من حرف آقای رجایی قبول دارم. اون قرائت ما بحث اون قرائت حکومتی بود، نه قرائت غیر حکومتی. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم جناب آقای سرکوهی. ما این بعد خدمت آقای زیبا کلام خواهیم بود به پیوسته صحبت‌های آقای سرکوهی. دکتر رجایی بفرمایید. خیلی ممنونم از توضیحات فرتون. یه توضیح دقیقه این که گفتم یک آرمان سیاسی، این تعریفی که خود این ترمه در زیلش از حکومت قانون، یعنی شما به دولت المرافق بریتانیکا مراجعه کنی، این توضیحش اینه. حالا یکی میتونه آرمان سیاسی چی دیگری انتخاب کنه. منظورم اینه که این جزو ترمه تعریف هست که آرمان سیاسی است با اون مختص ها. در مورد این که آیا در حالا به طور مشخص اسلام این حق رو خدا داده، چون خدا داده یا برای انسان یک فضیلت قائله، این آره معروف دیگه، حتما فرجم نیست بارها شنیده که ولقد کرمنا بنی آدم، که آخرش میگه و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، یعنی فضیلت داده، کرامت داده و فضیلت داده. حالا این که در شریعت فقهی این کرامت به چی تعریف شده، بله این نکته که همه روش اتفاق نظر داریم دیگه، یعنی بحران مشروطیت و الهار و یک بحث دیگه، این همهش بر سر همینه که میگه این فضلنا و این فلان، اینا همه در انسان مؤمن مسلمان هست. خیلی مباحث هست، حالا دوستانی که حالا خود خوندن یا مطالعات دینی دارن میدونن که اگر آدم بعضیاشو بگه واقعا از نظر حقوق بشری شرم‌آوره، ولی هست، واقعا هست. و حالا هم که اشاره کردن، حتی در خود نوگرایان حوزوی هم خیلی از اینا رو دیگه باور ندارن. ممنونم. من با اغلب توضیحات فرج موافقم. این نکاتی که اشاره کرد همون نکاتی که تقریبا اتفاق نظر هست که بنبستایی که هست. ممنون. ببخشید من یه جمله بگم. بفرمایید، خواهش میکنم. من با حرفای آقای دکتر رجایی کاملا موافقم، با حرفای که اکنونم زدم، اینم که گفتن که نوشته شده آرمان سیاسی کاملا درست میفرمایند. و من منظورم این است که ما باید آرمان سیاسیمون رو اولویتمون بر حقوق قرار بدیم و استراتژی رو شما میگی. بله درست. کاملا ممنون که من تشکر که تصحیح کردیم. مخلصتم. نه جدی میگم، در مورد اون که آیا در اسلام هم برای حقوق دادن، با تفسیر آقای رجایی، با تفسیر رفرمیست‌های مذهبی کاملا حرفشون درسته. من بحثم تفسیر غالب بود که فکر کنم ایشون در مورد تفسیر مسلط با من موافق باشن. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما، سپاسگزارم. من برای